رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس همراه ما هستند. جناب علیجانی، شما هم جزو یکی از امضا کنندگان این بیانیه هستین. در مورد موارد مهم این در واقع بیانیه میخوایم که توضیحات رو از خود شما بشنویم. با سلام، ابتدا اجازه میخوام تبریک بگم به شروین و پدر و مادرش و همه مردم ایران که پس از ماها که چشمامون خیس میشد از غم مردم مادران دادخواه و فریادهاشون در قبرستانهای مختلف، امروز بازم چشم ما رو خیس کرد، ولی این بار از شادی. و بدون اغراق بگم وقتی که اون دو کلمه بزرگوارانه شو دیدم ما بردیم، واقعا بغضم ترکید. اما برگردم به سوال شما. ببین، نواندیشان دینی خب نقطه وصلشون در این جا، بخششون فعال سیاسی هم هستن، بخشی نیستن، نقطه وصلشون نواندیشی دینی است و کمتر بیانیه سیاسی میدن. چرا یه جاهایی ربط به دین داشته باشه مثل دفاع از حقوق بهائیان و اینها بیانیه میدن. اما دقیقا 3 سال پیش در همین دوره به اصطلاح دهه فجر بود که نواندیشان دینی دست جمعی بیانیه دادن در رابطه با اینکه حکومت دینی شکست خورده است یا الگوی شکست خورده است و بایستی دین و دولت از هم جدا بشه و خواهان یک حکومت عرفی شدند. البته این موضع رو تک تک، حالا بعضی از دهه ها پیش، برخی در سالهای بعد تک تک گفته بودند، ولی اینجا در یک بیانیه جمعی گفتند. حالا وقتی آقای میرحسین موسوی این برنامه رو پیشنهاد داد، دوستان این رو مرتبط دیدن با اون موضع جمعی که 3 سال پیش گرفته بودند و اومدن از برنامه آقای موسوی حمایت کردن. نقاط برجسته این بیانیه هم در واقع نقاط برجسته است که در صحبت آقای موسوی هست و این دوستان استقبال کردن، به ویژه از تغییر الگوی سیاسی یا پارادایم شیفت آقای موسوی که دلیرانه و صادقانه از اجرای بی‌تنازل قانون اساسی به ضرورت نوشتن یک قانون اساسی جدید رسیدند. دوستان در این بیانیه توضیح دادن که چرا معدل افکار عمومی در دورانی که خوشبین بود به اصلاحات به این نقطه رسیده. تکیه کردن بر اینکه آقای موسوی فروتنانه و بدون اینکه سهم خواهی داشته باشه و یا دامن بزنه به منجی طلبی، این پیشنهادات رو با کمال فروتنی مطرح میکنه. من همینجا تو پرانتز یاد بکنم از نخبه و سرمایه اجتماعیمون دکتر فرهاد میثمی که ایشون هم بدون اینکه هیچ سهمی یک خواسته فردی داشته باشه دست به اعتصاب زده. یاد میکنم از 12-13 سال پیش هدا صابر هم بدون اینکه خواسته شخصی داشته باشه. اینها به هر حال سرمایه های اجتماعی هستن. برگردم به منش میرحسین موسوی که با فروتنی و به عنوان یک شهروند پیشنهادات رو داده و در پایان هم یه ابهاماتی رو مطرح کرده که یعنی این ایده های کلی نقشه راه عملیش مبهمه، باید دید از چه راهی می شود رفت. ولی در همون جا هم موسوی تکیه میکنه بر توانایی های مردم، یعنی راه برون رفت رو نه در التماس از قدرت حاکم یا مثلا اتکا به دولت های خارجی میبینه. اینها افق هایی است که دوستان نواندیش دینی برش انگشت گذاشتن و از نقشه و برنامه پیشنهادی آقای موسوی حمایت کرد. بله، اما هم مسئله همه پرسی و تغییر قانون اساسی یکی از نقاط اشتراک بین تمام مخالفان جمهوری اسلامی است. اصلا فکر میکنید که حکومت در چنین وضعیتی تن به همچین خواسته‌ای بده به نظرتون؟ در کوتاه مدت نه، ولی فشار وقتی این همصدایی ایجاد بشه، همین نقشه‌ای که آقای موسوی گفته و در واقع آقای موسوی پیوسته با آن چیزی که اکثریت مردم دارن میگن، این همصدایی‌ها تولید انرژی و اینرسی میکنه و حکومت هم یا باید تن به این مسئله بده، یعنی تسلیم بشه، یا شکست خواهد خورد. حکومتی که در اوج ناکارآمدی است و به قول اقتصاددان‌ها با یک ابر تورمی مواجه خواهیم شد و اینها باعث امواج جدید اعتراضی در ایران خواهد شد. متشکرم. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی، پاریس.